با در نظر گرفتن کاندیده های موجود ایشون بهترین امکانات بود برای که همینطور که فرمودین ایشون هم با جناح های در حقیقت ارتباط داره و هم با جناح های میان رو و هم با کسانی که اصلاح طلبند با این ترتیب میتونه یک نوع دیالوگ و گفتگو بین هر سه ایجاد بکنه از که در این فضای فعلی که مملکت با مخاطرات بسیار بزرگی رو برست، بهترین کاری که میتونن بکنن این است که یک جوری به یک نوع وحدت ملی برسن و به فکر حل مشکلات جامعه باشن و ایشون شاید از این نظر بهترین انتخاب بود در سال 1376 هم ایران با مشکلات عدیده روبرو بود به خصوص از لحاظ اقتصادی نفت به قیمت حدود 7 دلار در هر بشکه رسیده بود و در اون زمان آقای خاتمی انتخاب شد که وچه ایران رو در جامعه بین المللی جلا ببخشه و در این حال پاره آزادی ها رو به مردم اعطا کنه با توجه به اینکه آقای روحانی نه اصلاح طلبه و نه دموکرات طبق گفته ناظران فکر میکنید روحانی بتونه همون کاریو که خاتمی در سال 76 کرد اکنون بکنه برای ایران اگر که این دفعه متوجه باشن که اوضاع به قدر خطرناکه که اگر بخون باز اشکال تراشی و مانع ایجاد بکنن در سر راه ایشون خودشون لطمه میبینن و مملکت لطمه میبینه از که خیال میکنم که هم دست راستی ها و شاید هم اصلاح طلب ها یک کمی معتدل تر شدن و درس گرفتن از گذشته و انشالله که این بار اجازه بدن که واقعا یک تغییرات بنیادی در مملکت ایجاد بشه چون که مملکت دیگه الان با روتوش و با ظاهرسازی کارش پیش نمیره احتیاج به تغییرات بسیار بنیادی داره وزارت خارجه بریتانیا بعد از انتخاب آقای روحانی اعلامی صادر کردن از ایشون خواستن که از این فرصت استفاده کنند برای رفع نگرانی های نسبت به مسئله هسته ای ایران روابط سازنده داشته باشند با بقیه کشورها و همینطور احترام بذارن به حقوق بشر و وضعیت سیاسی داخلی ایران رو بهبود ببخشند. فکر میکنید آقای روحانی بتونه این گام هایی رو که غرب ازش میخواد برداره در کوتاه مدت یا درازمدت من خیال میکنم که اکسل عمل هم انگلستان و هم آمریکا نسبت به انتخاب آقای روحانی اونطوری که باید گرم نبود اینها باید از این موقعیت استفاده بکنند و واقعا یک دستی باز به طرف ایران دراز بکنند برای حل مشکلات البته اینها با ایران یک مشکلاتی دارند و از داخلی ایران هم خود مردم مشکلاتی دارند و اگر آقای روحانی میخواد که موفق بشه در ریاست جمهوری باید هر دو این مشکلات رو حل کنه هم خواسته های مردم ایران رو بهشون برسه آزاده بیشتر حل مسائل اقتصادی از کنم که حل مشکل هسته ای و غرب هم همینطور یعنی باید ایران به غرب نشون بده که در فکر ساختن اسلحه اتمی نیست و در این حال وضعیت حقوق بشر و آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی رو هم با زیاد بکنه چون که در دنیای فعلی این مسائل خریدار داره این فقط بحث دولت نیست ملت ها این مسائل رو میخوان الان میبینیم در خود ترکیه در کشورهای عربی این به حساب بهار عربی نشون میده که مردم دیگه عوض شدن مردم موج به موج دنبال تغییر میگردن و پیشرفت میگردن و حقوق بیشتر و آزادی بیشتر ایران از این قاعده مستثنا نیست